بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدین به یکی از درس‌های دیگه از کورس وب پیشرفته با زبان PHP. اهدافی که در این درس مد نظر گرفته شده عبارت از PHP فیلترز است که یکی از موضوعات خیلی مهم و کاربردی در زبان PHP می باشه. تابع فیلتر اندرسکور ور هست و همچنان ولیدیت نمودن و همچنان سانیتایز نمودن انپوت ها یا وریدی ها در زبان PHP هست. خب در قدم اول PHP فیلتر چی هست؟ PHP فیلتر یکی از روش‌های خیلی مهم، یکی از روش‌های خیلی ساده و آسان به خاطر ولیدیت نمودن یا اعتباردهی و همچنان به خاطر پاک نمودن کرکترهای غیر مجاز از اطلاعاتی که بیرونی که از استفاده کننده گرفته میشه از PHP فیلتر استفاده میشه. پس توسط PHP فیلتر ما میتونیم ولیدیشن یا امو اعتباردهی معلومات یا اطلاعات بیرونی را ساده‌تر و آسان‌تر بسازیم. که PHP فیلتر دو کار مهم انجام میده، یکی ولیدیشن است و دیگه سانیتایزیشن است. ولیدیتینگ دیتا هست، فقط در بخش ولیدیشن این تصمیم گرفته میشه که آیا دیتایی که داده شده یا دیتایی که گرفته شده یا توسط انپوت آمده آیا این مناسب هست یا نیست، اگر ایمیل آدرس است آیا ساختار ایمیل داره یا خیر. و سانیتایز هم به خاطر ریموف کردن، حذف کردن بعضی کرکترهای غیر قانونی در دیتا یا در انپوت ها می باشه. طور مثال یک نفر می خواهد با استفاده از یک انپوت یا یک کامنت یا یک جایی که در فرم به خاطر نظریه موندیم در از طریق از بتونه یک اسکریپت روان کنه یا تگ روان کنه، پس ما میتونیم توسط سانیتایز کردن هم تگاش ریموف کنیم و از بین ببریم. خب چرا ما فیلتر استفاده میکنیم؟ موضوعی که خیلی مهم است این است که اکثریت وب اپلیکیشن ها یا از اکثریت وبسایت ها اینا اکسترنال انپوت یا معلومات بیرونی را دریافت میکنن. این معلومات بیرونی شامل چی چیزا بوده میتونه؟ میتونه یوزر انپوت فرام ا فرم باشه، یعنی ما یک فرم موندیم به خاطر رجستریشن، به خاطر از اینکه معلومات خود داخل کنن و رجستر شون یا ثبت نام کنن یا طور مثال هر هدفی که باشه، و توسط از این ما میخواهیم که معلومات از یوزر بگیریم و ممکن است که توسط از این معلومات بیاید که ما یعنی چشم داشت و قسم یک معلومات نداشتیم، پس ما میتونیم فیلتر کنیم و اون معلومات به شکلی که خود ما نیاز داریم بسازیم. مسئله دوم کوکیز است که قبلا سرش بحث کردیم، عبارت از فایل های کوچک هست که از طرف سرور به براوزر کامپیوتر ست میشه، وقتی که ما درخواست میکنیم کوکیز هم با درخواست ما روان میشه و بنابراین وقتی که ما کوکی را دریافت میکنیم از طرف سرور و ما باید تو کوکی را قسم از طرف سرور دریافت کنیم که کدام هارم فول یا کدام مشکل را بر ما ایجاد نکنه، و اگر به نام کوکی کدام معلومات دیگه یا کدام اسکریپت دیگه می او باید فیلتر شود. و همچنان وب سرویسز دیتا هست، معلوماتی که از طرف سرور ها می آید و همچنان سرور واریبل هست یا متحولین سرور هست و بعض دیتابیس کیوری ریزلت است که بعد ما سر دیتابیس هم بحث خواهد داشتیم و اگر از او طریق ما کیوری ریزلت ها را بخواهیم که سیف کنیم یا ذخیره کنیم، پس ریزلت از او را هم ما میتونیم به شکل فیلتر شده و به شکل پراپر یا مناسب ذخیره کنیم. خب تابعی که خیلی مهم است در بخش PHP فیلتر او عبارت از تابع فیلتر اندرسکور ور هست و ای عبارت از تابع هست که هر دو کار مهم انجام میتونیم، یعنی هم از این تابی به خاطر ولیدیشن میتونیم استفاده کنیم و هم به خاطر سانیتایز کردن یا پاکسازی انپوت ها میتونیم از این تابی استفاده کنیم. پس تابی فیلتر اندرسکور ور این یک متحول میگیره و فیلتر را که ما برش گفتیم نظر به موی را چک میکنه، بررسی میکنه و میبینه، و این دو پارامتر یا دو بخش یا دو پیس حساب دیتا داره. قدم اول یا پارامتر اولش اینمی هست که کدام متحول میخواین چک شوه و پارامتر دومیش اینمی هست که کدام نوع فیلتر یا کدام نوع چک میخواین بالایش اپلای شوه، یعنی متحول نامش میتین و بعدن میگین کی متحول چک شوه که انتیجر است، متحول چک شوه که استرینگ است، متحول چک شوه که باید آی پی آدرس باشه، این متحول چک شوه که باید ایمیل آدرس درست باشه، یو آر ال درست باشه. پس ما ایجاد در بخش دومش تعیین میکنیم که چی گونه فیلتر یا چی گونه چک نمودن بالایش اپلای شوه. خب حالا اولین مثال که در قسمت پیش بی فیلتر اندرسکور ور میخوایم مورد بحث قرار بگیریم سانیتایز کردن یک استرینگ یا یک جمله هست. در این مثال ما میبینیم که یک متحول داریم به نام $str و ای تا داخل کوتیشن هر قدر چیزی که هست تمام از این باید در ای کو بیایم
و در اینجا ما میبینیم که هلو ورد است و پیش از هلو ورد هم یک تگ H1 آمده و در بعد از او هم تگ H1 بسته شده. ممکن است همین تگ سکرپت بیاید و به طرف سرور بیاید و باعث از شبک سرور داون بسازه. پس بنان وقتی که ما میخواییم سانیتایز شده به این معنی است که تگایی که امرای زیرزمینی شده اینا باید از بین بره ریموف شده. پس به خاطر این کار ما یک متحول دیگه گرفتیم به نام دلارسان نیو SDR و این فیلتر ور دو بخش داره. بخش اول که دلار ساین SDR که نام متحول است که میخوایم چک شوه و بخش دوم فیلتر اندرسکور سانیتایز اندرسکور استرینگ این نشان دهنده از این است که چگونه فیلتر بالای از این انجام شوه، یعنی ما میخوایم که سانیتایز استرینگ شوه. البته این بخش دوم پارامترش یک لیست بزرگ از پیچ پی فیلتر است که از قبل وجود داره و ما فقط از اینا استفاده میکنیم و بعدا بر ما ایکو کنه ببینیم که محتویات از بعد از فیلتر شدن بر ما چه قسم نمایش داده میشه یا چگونه دیده میشه. حالا اگر بریم عملا امیره کار کنیم، باز هم در قدم اول باید ببینیم که سرور اپاچی رن هست یا استارت هست و بعدا میریم به صفحه کودنگ و در اینجا هم زبان یا لنگویج پیچ پی انتخاب میکنیم. در اینجا برش میگیم که دلار ساین استیار یا یک استرینگ مساوی شده به فرض کنیم که یکی از تگا را هم در اینجا زمینه میسازیم، خب امو هجیه که در مثال بود میگیریم هیلو دیر استودنس. در این قسمت وقتی که میگیم Hello Dear Students و اگر ما بخواییم که ایکو کنیم و ایره ببینیم دلار ساین SDR خب ایره سیف میکنیم. فعلا ما کدام فلتر را برایش انجام ندادیم، میریم در بخش HTDocs و در اینجا در یک فولدر که به نام فلتر هست در اینجا ایره سیف میکنیم. خب سیف از تایپش البته PHP و نامش میمانیم فیلتر 4.php. خب حالا اگر بخوایم که نتیجه را در براوزر ببینیم localhost slash filter slash filter 4.php خب میگه Hello dear students. خب فعلا کدام فیلتر نشده و H1ش هم کار خود انجام داد چون ای اسکریپ ای تگ HTML بود و ای به خاطر ازی بود که ای متن به شکل عنوان یک یا هیدنگ یک نشان بده و ای هم کار خود انجام داد و ای به شکل هیدنگ یک نشان داد. حالا فرض کنیم که ما نمیخوایم همونطور یک کار صورت بگیره، حالا ما فقط میخواستیم یک پیام باشه. حالا فرض کنیم که به جای H1 ایجا کدام تگ اسکریپت شده و هر اسکریپت هم قسم به طرف سرور بر اجرا شده و باعث از این شبک سرور سلو شده داون شده کدام مشکل رخ بده. پس بنان ما حالا چیکار میکنیم؟ حالا ما بالای از این سانیتایزیشن یا input sanitize انجام میدیم، filter sanitize انجام میدیم. پس به خاطر از این کار یک متحول رو دیگه میگیریم به نام دلار ساین str2. خب این مساوی شده به خب تابعی که به خاطر فیلتر کردن است filter underscore var خیلی تابعی مهم و کاربردی هست، دو بخش داره. چی را اول تعیین میکنیم که چی را فیلتر کنه؟ دلار ساین SDR. دوم تعیین میکنیم که چی گونه فیلتر را برایش انجام بده. پس برش میگیم که فیلتر اندرسکور بعدن سانیتایز بعدن اندرسکور استرینگ، به این معنی که ما میخواییم که تگای از این از بین بره و به شکل تگای از این متن در طرف سرور اجرا نشه. آل اجرا شد، H1 اجرا شد و Hello Dear Students به شکل هیدنگ یک به ما نشان داد. پس قوس بسته و دریچه هم سیمی کالن. خب آلا اگر بگویم که ایکو کنه و بر ما این متحول نشان بده، خب ایکو هم مشکل نداره خورد و کلان باشه. خب ما با خورد عادت کردیم و خورد برش میدیم. دلار ساین استیار دوره ببینیم. خب ایکو کنه دلار ساین استیار دوره، این را سیف میکنیم و میریم نتیجه را یک بار میبینیم. خب
ببینین Hello Dear Students H1 اش اجرا نشد، در حال که متن همو متن است که در بالا بود، پیشتر چون سانیتایز نشده بود تگ H1 به طرف سرور رفت اجرا شد، اما حال وقتی که سانیتایز شد ایلگل یا غیر قانونی تگایش از بین رفت و حالا با وجود که حالا H1 به طرف سرور روان شد، اما چون ما بالایش فلتر انجام دادیم اونجا نتونست کار خود انجام بده، اونجا نتونست که عملا یک کار را به ما انجام بده. به می خاطر ما سانیتایز میکنیم که اگر کس تگای را یا میخواد اسکریپت را به طرف سرور روان کنه و اجرا شوه، ما از اجرا شدن تگای HTML به طرف سرور جلوگیری کنیم. فقط با استفاده از تابع فیلتر متحول دلار سان استیار فیلتر سانیتایز استرینگ. پس در اینجا انجام میشد تک کار خود انجام میداد، اما در اینجا چون ما فلتر کردیم بعد از فلتر کردن ایده در داخل استیار دو قرار دادیم و وقتی ایکو کردیم دیدیم که دیگه تگایش قابل اجرا شدن به طرف سرور نیست. خب مسئله دیگه عبارت از ولیدیشن انتیجر به طرف سرور هست. اگر ما خواسته باشیم که قبلا در مثال قبلی ما یک استرینگ سانیتایز کردیم و حالا اگر بخوایم یک انتیجر را ولیدیشن کنیم که فرض کنیم ما میخوایم نمره مثل یا یک نمره را میخوایم دریافت کنیم که او از جمله اعداد انتیجر باشه و اگر از جمله اعداد انتیجر بود او ولیدیشن شود، دیده شود که انتیجر هست یا نیست. اگر فلتر ولیدیت اینت از این مسایی به فالس نشد، یعنی فالس نشد، در اون صورت باید که انتیجر از ولد، در غیر از باید که انتیجر از نات ولد. حالا اگر عملا بریم این مثال کار کنیم، خب زبان یا لنگویج شباز هم پیش بمیگیریم. خب در اینجا ما میخواییم که عملا ببینیم، مثلا یک متحول میگیریم دلار ساین انت مساوی باشه به خب یک عدد مثلا 100. خب حالا میگیم اف اگر شد، یعنی انتیجر بود بگه که انتیجر ولد است، اگر نبود بگه که ولد نیست. پس باز هم تابع فلتر اندرسکور ور، تابعی که دو پارامتر داشت، پارامتر اولش کدام متحول میخواییم بالاش چک صورت بیره دلار ساین انت. بعد از تعیین میکنیم چیگونه چک بالاش صورت بگیره، فیلتر اندرسکور ولیدیت اندرسکور انت. خب این چک اگر صورت گرفت و مساوی به فالس نشد، در اول ندایه نات است، لاجیکال اپریتر است، اگر این مساوی به فالس نشد. خب چرا سه مساوی؟ به خاطر که دو مساوی تنها محتویات تا میبینه، سه مساوی هم محتویات را چک میکنه و هم دیتا تایپ شه. خب اگر نشد در این صورت چی کار صورت بگیره؟ در این صورت ایکو کنه مسج بده، بگویه که انتیجر از ولد، else در غیر از او. حالا فعلا ولیدیشن رو که میخواییم انجام بتیم بالای عداد انتیجر است، در غیر از او ایکو کنه مسج بده، پیام بده، بگویه که انتیجر از not valid. خب حالا ایده سیو میکنیم به نام فلتر 5.php. خب میریم نتیجهش به براوزر میبینیم. خب چون قیمتی که برش داده بودیم قیمت 100 بود و قیمت 100 هم از جمله اعداد انتیجر هست، پس در اینجا هم پیامش آمد که انتیجر از ولد. در صورتی که اعداد غیر از انتیجر را برش بتیم، طور مثال اگر را بگوییم منفی 100، خب انتیجر شامل اعداد مثبت و منفی هست، و اگر را یک عدد اشاریه بتیم 25.98 و ای را سیف گفته، بریم دوباره در براوزر نتیجه شو ببینیم.
من یک انتیجر از نات ولد عداد اشاری شامل انتیجر نیست و اگر ایره تنها 25 بتیم و اینجا سفر رو ببینیم بر ما میگه که انتیجر از ولد یعنی ما تانستیم با استفاده از تابع فلتر ور و فلتر ولیدیت انت انتیجر بودن یا انت بودن اعداد چک کنیم یا ولیدیشن انجام بدیم که انتیجر هست یا خیر. این بود موضوعاتی که در این بخش در پیش بی فلتر مورد بحث قرار گرفت. تا درس بعدی الله نگهدارتون.